با سراغ مهمان این ساعت برنامه میرویم. آقای ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را دعوت نموده ایم تا در مورد روابط و همکاری بین افغانستان و ایالات متحده در طول 4 سال آینده و دهه بعدی با ما صحبت کنند. آقای فیضی، با سلام و ممنون و سپاس از اینکه وقت خود در اختیار برنامه گذاشتین. گفته شده که نماینده ویژه افغانستان و آمریکا در افغانستان است و نماینده ویژه بخش آمریکا در قبال امور پاکستان و افغانستان. بفرمایید که در ملاقات های بین از او و مقامات افغان چه نکات گنجانیده شده بود؟ تشکر. با عرض سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون شما، در ارتباط به سوال شما باید بگویم که قسمی شما گفتین عصر امروز رئیس جمهور کشور ملاقات داشتن با آقای دیوید پیرس، سرپرست بخش نمایندگی خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان. در این ملاقات، ضمن از اینکه سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا به واشنگتن موافقت آمیز خوانده شد، هر دو جانب روی عملی شدن توافقاتی که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی در واشنگتن صورت گرفته بود در این باره صحبت کردن و همچنان در ارتباط به پروسه صلح افغانستان صحبت صورت گرفت. رئیس جمهور کشور از جانب آمریکایی خواست که توافقاتی که در جریان سفر اخیر ایشان به واشنگتن صورت گرفته، بله، جنبه عملی خود بگیره و در این قسمت هر دو کشور روی مکانیزم‌های خاصه کار خود آغاز کنند تا توافقاتی که صورت گرفته جنبی عملی پیدا کنند. بله، خب در عرصه تالیف و مراسم تالیف رئیس جمهور با ما برای یک دور 4 ساله دیگر قرار داریم. واکنش حکومت افغانستان در قبال آغاز دور دوم و نهایی رئیس جمهور با ما من حیث رئیس جمهور ایالات متحده چیست؟ تشکر. ما امیدوار هستیم که در جریان 4 سال آینده و یا در دور دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور باراک اوباما روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا گسترش پیدا کنه و این روابط به اساس این باشه که هر دو کشور کشورهای باشند دارای حاکمیت ملی و با حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته شود. یعنی روابطی را که ما میخوایم با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم روابطی باشه که با توجه به تجارب 10 سال 11 سال گذشته و فرازون شبهایی که افغانستان در روابط خود با ایالات متحده آمریکا داشته و تجربه که از این سالها هر دو طرف گرفته، با توجه به این روابط گسترش پیدا کنه و به حاکمیت ملی افغانستان به تمام معنا احترام صورت بگیره، بله، و با توجه به مشکلاتی که در طول 11 سال گذشته بوده، امیدوار هستیم که اشتباهات باز تکرار نشه و این روابط میان دو کشور گسترش پیدا کنه. بله، خب مذاکره برای نهایی شدن موافقتنامه امنیتی بین دو کشور به کجا رسیده تا کنون؟ قسمی که شما در جریان هستید، در ارتباط به موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات آغاز شده، مراحل ابتدایی خود این مذاکرات طی کرده، اما به دلیل یک سلسله مسائلی که از قبل در او باره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نگرانی های خود داشت، باید این مسائل در طی یک سفر با مقامات ایالات متحده آمریکا و برای جمهور باراک اوباما، بله، مطرح میشد که کار طی سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن صورت گرفته. اکنون قرار است که هر دو جانب مذاکرات خود دوباره آغاز کنند. مسائلی که در این باره مطرح است که هنوز نمیتونیم به جزئیات زوب بپردازیم به خاطر اینکه مذاکرات جریان داره. ما امیدوار هستیم که هر دو جانب، بله، روی مواردی که مطرح است در چوکات، بله، تفاهمنامه به یک نتیجه برسن و در نتیجه تفاهمنامه امضا شود. بله، موضوع مصالحه و صلح در افغانستان تصمیم نهایی در مورد عملیات صلح است که باید توسط مردم و دولت افغانستان صورت بگیره. شما نقش ایالات متحده را در این عملیات چطور ارزیابی میکنین و کمک و تعهدی که کشور میتونه به این روند بکنه به افغانستان؟ باباشن من سوالتون رو درست نگرفتم. هدف پروسه صلح هست و یا موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده؟ در قبال پروسه صلح، طوری که حکومت افغانستان گفت یک پروسه افغانی باید باشه توسط مردم و دولت افغانستان، ولی به نظر شما ایالات متحده میتونه چگونه به افغانستان در قبال پروسه کمک کنه؟ تشکر. ببینید، قسمی که من قبلا گفتم در ملاقات که رئیس جمهور عصر امروز با سرپرست بخش نمایندگی خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان داشتن، موضوع پروسه صلح افغانستان و ایجاد دفتر در قطر برای مخالفین مصالحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از محورهای گفتگوها بود که امروز صورت گرفته. موقف ایالات متحده آمریکا ایسته که این پروسه تسریع پیدا کنه و هر چه زودتر دفتر برای مخالفین مصالحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر ایجاد باشه.
ایجاد شود. البته در این باره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان شرایط خود داره که روی از این موضوع صحبت‌های کافی صورت گرفت.